بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود و عصر بخیر خدمت شما بینندگان عزیز برنامه ورزش. توجه شما را جلب میکنیم به تازه های ورزش افغانستان و جهان. امید که مثل همیشه با ما تا پایان همراه باشید. ابتدا گزارش زنده داریم با آقای غلام ربانی. ربانی سرپرست کاروان ورزشی افغانستان در رقابت های المپیک برزیل که همکنون پشت خط از سر. آقای ربانی سلام و درود خدمت شما. پیش از اینکه ما خبرها رو بخونیم گفتیم که با شما صحبت زنده داشته باشیم و از وضعیت و شرایط فعلی کاروان ورزشی افغانستان در المپیک و از سه ورزشکار ما که دارن آمادگی میگیرن برای مسابقات جویا شویم که وضعیت چگونه است و بلخص وضعیت سه ورزشکار ما که بر مردم قابل اهمیت است که در چه حال هستند. تشکر. سلام خدمت شما و بیننده های محترم شما. تبریک. شما در جریان قرار دارید بازی های المپیک 2016 ریو روز تقریبا روز قبل افتتاح شد و رسما افتتاحیش در اینجا صورت گرفت. در این افتتاحیه تیم افغانستان حضور با ارزش داشت به خاطر از اینکه افغانستان با اساس حروف الفبا در ردیف اول قرار داره در بعد از یونان که به خاطر میزبانی یعنی به خاطر از اینکه اولین بار یونان میزبان بازی های المپیک بوده یونان چانس اول میدن و در این افتتاحیه در حدود صدها هزار تماشاچی و رهبرای دولت های تقریبا 207 کشور دنیا که حضور داشتند در این مسابقات عملا در اونجا حضور داشتند به شمول رؤسای المپیک ها و مسئولین المپیک ورزششان و همچنان شما شاهد هستین تقریبا رسانه های دنیا چون به عنوان مهمترین رویداد ورزشی که 4 سال بعد در سطح دنیا برگزار میشه تمام تلویزیون های دنیا این برنامه را تماشا داشتند در تمام دنیا که تقریبا از تیم افغانستان حضور منظمی داشت و ولی فقط یک چیزی که ما برنامه ریزی کرده بودیم که ای بار باید بیرق آقای روح الله نیکپا قهرمان دو مرتبه ای المپیک ما یگانه قهرمان المپیکی ما حمل کنه ولی با تاسف ما روزی که رفتم به خاطر فرم درخواست که آقای روح الله نیکپا ثبت شود به خاطر حمل بیرق متاسفانه IOC در این زمینه معذرت خواستند گفتند که مطابق با قانونی که داریم فقط ورزشکارهایی که عملا در مسابقات سهمیه دارن حضور دارن اونا میتونن بیرق حمل کنن با وجود پافشاری های بسیار زیاد جنرال صاحب اخبار رئیس کمیته ملی المپیک هم از رئیس کمیته ملی المپیک تقاضا کردن که اگر امکان داشته باشه همکاری کنن با ولی با تاسف کمیته رئیس کمیته ملی المپیک هم در اینجا معذرت خواستن به هر حال بیرق حمل شد مطابق با قانون بین اعضای تیمی که کسی که بیشترین دستاورد داشته باشه ما ارزیابی کردیم بین دو تیم جلسه بود و آقای توفیق بخشی را پیشنهاد کردند که بیرق حمل کنند در کل برنامه ها بسیار به خوبی سپری شد و همچنان مورد استقبال تمام تماشاچی ها استقبال بسیار گرمشان قرار گرفت در زمانگامی که تیم افغانستان عبور کرد برای IOC امیال سوال برانگیز نبود که افغانستان به جایی که نسبت به دوره های گذشته تعداد افراد شرکت کنندش در رقابت ها بیشتر شده و کم شده بر اونا سوال برانگیز نبود این سوال از شما و از آقای اغبر نکردن در اونجا؟ اتفاقا یک مراسمی به خاطر یاد بود از قربانی های جنگ در طول 4 سال در خود دهکده ورزشی ترتیب شده بود که شخص آقای توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک اینجا حضور داشتند در صحبت روبرویی که با من تقریبا به عنوان سرپرست کاروان ورزشی افغانستان داشتن بسیار اظهار همدردی خود با مردم افغانستان تقریبا همدردی خود با مردم افغانستان اظهار کردن و از جمله چیزایی را که یادآوری کردن مستقیما وی بود که تاسف خود که یک کمیته المپیکی را که هم اکثریت مطلق اعضای تقریبا اسامبلی از او که فدراسیون های ملی است او را رسما انتخابات مطابق به اساسنامه گرفته و تایید کرده و همچنان کمیته بین المللی المپیک هم ارزیابی خود کرده او را تایید کرده و شورای المپیک آسیا چرا دولت تا هنوز تایید نکرده و در این شرایط اساسی که بازی های المپیک ریو بود چرا قدر مزاحمت ها و ورزشکارها خلق شده و می دلیل در گذشت اینا چند بار نامه های غیر مسئولانه هم که از طرف ریاست تربیت بدنی که شما بهتر میفهمید یک شخص غیر مسلکی در ریاست تربیت بدنی فرستاده شده بود باعث
یک کمی ناراحتی از اینا شده بود، حتی تصمیم از این را داشتن که ورزش افغانستان را در تعلیق ببرند تا دولت افغانستان متوجه قانون و مقررات و حق و حقوق ورزشکارا شود. ولی به خاطر از اینکه یک بیرق افغانستان برافراشته شود یک بار دیگر در بازی های المپیک فرصت دادن برای افغانستان، زیاد فشار ناوردن و اینا توقعشان نیست که دولت از یک دید تخصصی و تکنیکی برای ورزش مورد توجه قرار بده، آن در افراد اشخاص کلاهبرداری که به گونه خیالی کمیته المپیک درست میکنن تقریبا میشه که یک جرم پنداشته میشه، باید اونا مورد بازپرس و بررسی و بازجویی قرار بگیرن. دیگه تقریبا اونا بسیار علاقمندی خود به افغانستان نشان دادن، اگرچه ما قرار به این بود که ما اگر برنامه منظم میشد، اگر پیشنهاد پول دولت در انحصار پول ورزشکارا در انحصار رئیس تربیت بدنی و اشخاص المپیک های خیالی قرار نمی گرفت، ما مطمئن هستم که تیم قوی ما که مثل قهرمان های ما مثل روح الله نیک و محمود حیدری، ورزشکارای بوکس ما، ورزشکارای پهلوانی ما، وزن برداری و بخیر اشتهایی که قادیل بودن در المپیک، اینا اگر منظم تمرین میکردن احتمال کسب سهمیه شان هم بسیار خوب. تشکر آقای ربانی، ما حتما روزهای آینده با ورزشکاران هم با همکاری شما گزارش های زنده خواهیم داشت در برنامه ورزش و در خصوص آمادگیشان از خودشان جویا خواهیم شد. آرزوی موفقیت میکنیم تا ملاقات بعدی. اما برنامه را ادامه میتیم با گزارش مشرع از دومین روز رقابت های المپیک برزیل، دومین روز المپیک ریو با رکورد شکنی ها و شگفتی ها همراه بود. در دومین روز رقابت های المپیک تابستانی برزیل، تیم های نچندان نامدار در رشته های فوتبال، بسکتبال و والیبال شگفتی ساز شدند. در شنا، پدیده انگلیسی دوبار رکورد جهان را جابجا کرد و در تنیس بخت اول عنوان قهرمانی در دور اول و در میان ناباوری حذف شد. همچنین در روز دوم المپیک ریو برزیل، کشور تازه تاسیس کوزوو به اولین مدال تاریخ خود در المپیک دست یافت و کوریایی ها در تیراندازی مدال های طلا را مال خود ساختند. خب گزارش هنوز آماده نیست، به محضی که آماده بشه برای شما ایزان به نشر خواهد رسید. اما موضوع ورزشی امروز ما همونطور که در ابتدا با آقای ربانی صحبت کردیم، وضعیت المپیکی های افغانستان در برزیل است. به این منظور آقای احسان نیروز سخنگوی کمیته المپیک بین المللی افغانستان با خودمون در برنامه داریم و در خصوص جزئیات این سفر با ایشان بحث و گفتگو میکنیم. آقای نیرو سلام و درود خدمت شما. تا جایی که دیدم میشه آقای توماس باخ با دیدارها و ملاقاتایی که با آقای اغبر داشته ایشان را تایید کردن، شما آیا کدام اکسال عمل را از سوی ریاست تربیت بدنی و دولت در طول این چند روز که آقای اغبر و کاروان ورزشی به برزیل رفتن دیدیم؟ خب از آنجایی که قبلا آقای ربانی هم از برزیل در تماس لایو بار شما جریان چگونگی وضعیت ورزشکارا و در کل المپیک افغانستان در برزیل ابراز داشتن، از ماها بدین سو ما از حمایت قاطع شورای المپیک آسیایی و المپیک جهانی برخوردار هستیم. امروز هم زمانی که ما بر رویداد مثل برزیل شرکت میکنیم، طبیعی است که همکاری های المپیک جهانی باعث میشه تا ما در اونجا راه پیدا کنیم. این که در داخل حکومت وحدت ملی از جامعه ورزشی افغانستان به خصوص کمیته ملی المپیک افغانستان و ورزشکارا هیچ گونه حمایت مادی و معنوی نمیکنه، این برمیگرده به کارکردها و دلایلی که نزد خود حکومت هست. اما تاکید ورزشکارای افغانستان این بوده که ما همونطور که حق داریم بالای حکومت خود و حکومت هم باید مورد حمایت قرار بده، ما را این حمایت چی از بوده مادی یا مالی باشه و یا هم که از بعد معنایی باشه. شما در جریان هستین که کاروان ورزشی افغانستان زمانی که سفر کرد بر برزیل، هیچ کسی از نماینده های حکومت در فرودگاه یا میدان هوایی حتی حضور پیدا نکردند. تا امروز هم هیچ کس نپرسیدن که آیا ورزشکارای ما با کدام وضعیت داشتن رفتن و در اونجا امکانات بودوباش و امکانات اقتصادی و مالی اینا چگونه تمویل خواهد شد. متاسفانه یک بی‌توجهی است که هنوز هم از سوی حکومت افغانستان در قبال المپیک ادامه داره و خواهش ما ایست که حداقل اگر تا هنوز متوجه نبودن، من بعد متوجه شوند تا این روند بالای شکست روحی ورزشکارا خیلی تاثیر
منفی خواهد گذاشت و باز هم خدا را شکرگزار هستیم که امروز حداقل با شرایطی که دامنگیری مردم افغانستان هست ما تانستیم نماینده های ورزشکارای خود در بزرگترین رویداد ورزشی کمان اولمپیا هست بفرستیم. بسیار خوب. میبخشید. خود شما در المپیک میال وضعیت چگونه از آقای اقبر رفتن و ورزشکارا هم رفتن، آیا هیچ گونه توجه و هیچ گونه صحبت و سخن در تربیت بدنی نشده به خاطر المپیک و اینکه آقای اقبر المپیک جهانی تایید کردن؟ خب آنچه که برمیگرده به ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت افغانستان، اونا هم یک اداره است که طبیعی از سوی حکومت افغانستان باید اداره شوند و هدایات از او طرف گرفته شود تا اینا اجراعات کنند. به این اساس ما نمیتونیم که خیلی هم مقصر ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت افغانستان را مبنی بر بی‌توجهیشان در راستای المپیک بدانیم، اما در اینجا مقصر حکومت افغانستان است، مقصر رهبرای وحدت ملی هست، مقصر کسایی هستند که داد از دموکراسی، داد از حق، داد از شفافیت میزنند. اما این موضوع المپیک را به گونه چشم بسته گرفتن و هیچ گاهی هم نگاه با چشم های باز روی چگونگی فعالیت های ورزش در افغانستان نمی اندازند. یکی یا همدی است و یا یکم احتمالاً بحث غصه های داخلی داشته باشند، در حالی که ما را دنیا میپذیره، در حالی که ما را رسما نماینده های ما امروز در بزرگترین رویداد مثل ریو شرکت میکنن، نه تنها کشورهای بین المللی دور از افغانستان بلکه کشورهای آسیایی یا همسایه‌های ما در ارتباط به المپیک و رهبری المپیک ارج قائل شدن و احترام قائل هستند. اما متاسفانه باید بگیم که در داخل افغانستان رهبرای خود ما بی‌توجه هستند. بی‌توجه به این معنی است که ما در یک رویداد مثل المپیا که بعد از هر 4 سال برگزار میشه و در اونجا بیشتر از 200 کشور جهان رو در روی هم قرار میگیرن شرکت میکنیم، تا امروز حکومت افغانستان نمیپرسه که خب امی دوستای ما که رفتن به این سفر پول کرایه رفت و برگشت اینا را کی پرداخت؟ همین سوال ما از شما میگیم، اینا کی پرداخت کرده امی هزینه رفت و برگشت ورزشگاه؟ تلاش اداره کمیته ملی المپیک که در رأس آقای اقبر بوده یا هست همین بوده که چگونه ما جهان متحد بسازیم مبنی بر همکاریشان. در سفگم شما شاهد بودین، بازی‌های سفگمی که در هندوستان برگزار شد، در حدود 200 نفر از کاروان و ورزشی و هیئت و مهمان و مربی توسط هندی‌ها پذیرایی شدن. هواپیما یا طیاره از مربوط هندوستان بود، بودوباش، هتل، همه مصارف هندی‌ها پرداختن. حال هم امروز در حدود چند نفر، 3 نفر از ورزشکار و 2-3 نفر هیئت و مربی هم که به شهر ریو دی ژانیرو برزیل سفر کردن، تمام پرداخت از اینا از سوی سازمان جهانی المپیک صورت میگیره، در حالی که ما حکومت داریم، بودیجه داریم و باید که حکومت از ورزشکارا حمایت قاطع خود داشته باشند که متاسفانه هنوز هم دست ما به دامان خارجی ها است و ما مکررن از اونها تقاضا میکنیم که لطفا ما را همکاری کنیم تا ما در این رویدادها شرکت کنیم. دوست. اگر شرکت هم نکنیم این نوع بدنامی برای حکومت ها و حکومت گذشته و حکومت فعلی خواهد بود، چون ما اگر در همچون رویداد بزرگ مثل ریو شرکت نمی کردیم تفاوت ما با حکومت طالبانی هیچ نبود. در اون زمان ما به تحریم متعلق بودیم، در اون زمان هم ورزشکارای ما به بزرگترین رویدادها شرکت نمی دانستند. طبیعی بود که حالا هم چنین می شد و نزد دنیا سوال خلق می شد که چرا افغانستان با این سیل از کمک ها و توجه جهانی ها هنوز هم 4 نفر ورزشکارا به یک رویداد بزرگ انال المپیک برزیل خلاص شد، ما کمتر از 2 ماه فاصله داریم به المپیک ساحلی آسیا که اونجا ما مطمئناً تیم‌های بیشتر ورزشکارهای بیشتر خواهند رفت. اگر این گونه باشه حمایت دولت، شما همچنان به کار خودتون ادامه میتین و تیم‌ها رو میبریم به مسابقات؟ عزم ورزشکارا و هیئت رهبری کمیته ملی المپیک افغانستان مبنی بر برافراشته شدن بیرق افغانستان در گوشه‌های از دنیا بسیار قاطع است. شما فکر کنین در طول 1 سال یک افغانی کس حمایت ما نکرده؟ همین ورزشکارا با ریختن حرق و زحمت و اراده‌ای که داشتن رفتن به بزرگترین رویدادها شرکت کردن. امروز هم تا احتمالاً کمتر از 2 ماه ما رویداد ویتنام داشته باشیم که بیشتر از 10 یا 12 تیم یا بخش‌های ورزشی در اون شرکت کنند.
تا هنوز هیچ کسی موضوعات پولی را به دوش نگرفته یا به گردن نگرفته. و صحبت را هم که دیشب رئیس المپیک افغانستان در نشست از رؤسای المپیک کشورهای اسلامی داشتن، یعنی یک جمع از کشورهای اسلامی رؤسایشون جمع شدن روی چگونگی افراطیت و بحث انسانیت و افراط و نمیفهمم انتحار و انفجار و اینا، جلسه بسیار کلان داشتن. چند نکته را که آقای اکبر در اونجا پیشنهاد داشتن، تفکیک افراطیت، تفکیک آدمکشی، تفکیک انتحار و انفجار با دستاوردها، افتخارات و همزیست بودن بیان کردند که در افغانستان اگر شما از یک دید می نگرید که در اونجا همیشه در درگیر انتحار انفجار هستیم، بود دیگه این است که ما امروز ساعت ها با هواپیما ما پرواز کردیم و آمدیم تا نشان بدیم که ما با عزت ترین، با استعدادترین مردم دنیا هستیم. روی این منظور ما تلاش خود می کنیم و امیدوار هستیم حکومت افغانستان اگر تا حالا متوجه موضوع نبودن یا جدی نگرفتن این موارد، بعد از این حداقل جدی بگیرن. آنچه که دنیا ما را میپذیره، خود طبیعی است ما هم در این کاروان دنیا همراه باید باشیم. ضرور نیست که حالا ما روی مسائل گذشته انتخاباتی که کی طرف کدام رهبر بود یا کی طرف کدام حزب و تنظیم بود، او را همیشه در قلب خود نگاه کنیم و روی این موضوع پیش بریم که امروز این یک صدمه بزرگ بر کتله بزرگ افتخارآور ورزشکارهای افغانستان است. امیدوار هستم که چنین نشه و حداقل این رویداد برزیل هم سپری شد در رویداد پیشروی که بحث ویتنام است، ما را حکومت افغانستان همکاری کنم. بسیار تشکر آقای نیرو از حضورتان در برنامه، عرضی موفقیت میکنیم بر شما. سپاس فراوان که تا این لحظه با ما همراه بودین. اما گزارشی که مختص روز دوم رقابت‌های المپیک برزیل بود آماده است که ضمن خداحافظی برای شما ایزان نشر میشه. تا ایدار دوباره، خداوند نگهدارتان.